مسعود دولتشاه آوای اعتراض بود. زمان 29 آبان 1401 تهران. مکان خیابان سعادت آباد. در روزی پر از شور امید، هزاران نفر از مردم و جوانان تهران با شعارهای ضد حکومتی به خیابان آمدند. مسعود دولتشاه نیز در میان آنهاست. صدای قدم‌های جوانان بر آسفالت آوای اعتراض را به آسمان برده است. مزدوران حکومت با تفنگ‌های ساچمه‌ای به معترضان حمله می‌کنند. صدای شلیک گلوله‌ها و فریادهای جوانان به گوش می‌رسد. اوباش حکومتی به سمت مسعود دولتشاه نشانه رفته و از فاصله 1 متری به او شلیک می‌کنند. گلوله‌های ساچمه‌ای به قلب، ریه و کلیه‌اش اصابت کرده و غرق در خون بر زمین می‌افتد. مسعود با آمبولانسی بی‌نام و نشان به بیمارستان آتیه تهران منتقل می‌شود. آنجا مانع مداوای سریع او می‌شوند و او از شدت جراحات به کما می‌رود. مسعود پس از 8 روز در جدال بین مرگ و زندگی در تاریخ 7 آذر ماه 1401 در بیمارستان در راه آزادی پرواز می کند. او جوان 33 ساله‌ای بود با پیکری تنومند و قامتی رشید از طایفه حسنوند در لرستان و ساکن تهران. 2 برادر و 4 خواهر داشت. با همه علاقه‌ای که به برادران و خواهرانش داشت، اما با شروع قیام سراسری به قیام پیوست، فریاد مرگ بر دیکتاتور سرداد و در این راه جاودانه شد. حکومت آدمکشان طبق معمول مرگ او را جعل کرده و قصد داشتند با دروغ و فریب نامش را مخدوش کنند. پیکر پاک مسعود 9 آذر 1401 به زادگاهش خرم‌آباد منتقل و در آرامستان خضر بهشت 6 مظلومانه به خاک سپرده شد. روز 16 دی 1401 در مراسم 40مش همشهریانش بر سر مزار او گرد آمدند، رو در روی توطئه ها و اتهام های واهی علیه مسعود یادش را گرامی داشته و با او به عنوان شهید راه آزادی تجدید عهد کردند. قهرمانی های مسعود نشانی از شجاعت و ایستادگی مردم ایران در مقابل سرکوب حکومت بود. آوای اعتراض او همچنان در خیابان‌ها و دل مردم ایران زنده است. آوایی که تا رسیدن به آزادی هرگز خاموش نخواهد شد.